همانطوری که شما نیز در جریان هستید، بحث صلح و جنگ افغانستان یکی از پیچیده ترین مباحث در افغانستان است. همچنان وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز میگه که این مسئله نه تنها در افغانستان پیچیده است، بلکه پیچیدگی های ویژه در منطقه نیز داره که بایستی با احتیاط با آن پرداخته شود. امروز وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صحبت در آمریکا به صراحت اشاره کرد که در صورت که قدم های بعدی در قطر برداشته شود، او نیز در رأس هیئت گفتگو کننده آمریکایی وارد این مذاکرات خواهد شد و روی مصوبات مشخص تاکید خواهد کرد. آقای خلیلزاد 4 مورد را اشاره میکنه با مخالفین مسئله افغانستان طالبان که بحث آتش بس یکی از مهمترین موارد آن است و بحث چگونگی خروج یا جدول زمانی یا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. اما مخالفین مسئله افغانستان طالبان میگن که تاکنون روی چگونگی خروج بحث شده اما روی زمان آن بحث نشده است. در اینجا در افغانستان شورای صلح افغانستان از گنگ بودن گفتگوها در قطر و تشابیش دارن و نگرانند که گفتگوهای قطر در پشت درهای بسته مطرح میشه، با آنکه حکومت افغانستان یکی از تابعان بین الملل است و باید در متن گفتگوها با مخالفین مسئله افغانستان باشه، اما حکومت افغانستان نه تنها در متن نیست بلکه در رواشی قضایا نیز قرار نداره. حکومت افغانستان مجموعه مسائل از روی خبرها و رویدادهایی که در رسانه ها باستا پیدا میکنه آگاهی حاصل میکنه. در کل پیچیدگی در گفتگوهای صلح در افغانستان، پیچیدگی در منطقه و بحثهای پشت پرده نگرانی ها را بیشتر از پیش کرده که در واقع در این حوزه تا کنون نمیشه موضع‌گیری های قاطعانه در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی کرد. امیدوار هستیم نشست دوحه در واقع صراحت هایی را به وجود بیاره تا تشاویش و نگرانی هایی که در سطح رهبری افغانستان مطرح است و در منطقه مطرح است به او پاسخ‌هایی داشته باشه. گزارش کوتاه. دستیابی به روند گفتگوهای صلح و رسیدن افغانستان به ثبات پایدار نیاز به اجماع ملی دارد، اجماعی که بتواند نمایندگی از تمام مردم کند. شماری از احزاب سیاسی میگویند که حکومت در روند صلح در سردرگمی قرار دارد، از همین رو در گفتگوهای صلح در حاشیه قرار گرفته است. اجماعی که در او تمام اقشار افغانستان که حتی در افغانستان اگر 5 خانم باشه از یک قوم نمایندگی بکنه باید او شرکت داشته باشه، چرا که در تاریخ گذشته افغانستان که افغانستان حکت همچو بحران ها روبرو شده، اینمی لوی جرگه های عنانوی بوده که تمام مردم افغانستان در او شرکت کرده و و و و و برای حل قضایای ملی افغانستان نقطه پایین داده. سردرگمی حکومت افغانستان و اپوزیسیون حکومت وحدت ملی بیشتر ناشی از این مسئله است. هرچند ما در نشست مسکو شاهد نوعی از نزدیکی میان نظریات بودیم، در اونجا تقریبا همه نظریات مشابهی را مطرح کردند. شمار دیگر احزاب حکومت را برای ایجاد یک اجماع همه شمول به ناتوانی متهم می سازند. در رابطه با صلح باید اجماع ملی وجود داشته باشد. باید مردم ما در این رابطه دقیقا فکر بکنه و خصوصا کسایی که در سیطره نظام زندگی میکنن. اجماع بیرون حکومتی بین طالبان وجود داره، یعنی تمام گروه های درگیر با حکومت که قبلا بودن فعلا در یک اجماع سیاسی با طالبان صحبت میکنن و حکومت بیرون از اجماع مانده، حالان که حکومت باید اجماع را تشکیل میده و یا افرادی که حداقل یک نظر خوب برای حکومت داره او از اجماع بیرون مانده. قرار بود برای پیشبرد و گفتگوهای صلح لوی جرگه مشورتی صلح به تاریخ 26 اُحد برای 3 روز آغاز شود، اما شورای صلح تغییر 2 ماهه را برای برگزاری این روند نامساعد بودن وضعیت اقلیمی عنوان کرده است. با این حال حکومت میگوید که اجماع ملی برای روند صلح وجود دارد، اما در این باره وضاحت نمیدهد. مهمانان برنامه انتخابات امشب اینجا در استودیو با من دکتر دانش بختیاری استاد دانشگاه، توریالای قیاسی آگاه مسائل سیاسی، دکتر جاوید سنگدل را سویس با خود از روی خط اسکایپ خواهیم داشت، همچنان ادریس رحمانی را از پنسیلوانیا آمریکا روی خط اسکایپ با خود خواهیم داشت. بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه، همچنان از حضور آقایان
ایدریس رحمانی و دکتر جاوید سنگدل از آمریکا و سوئیس. از شما نیست تشکر که در این برنامه حضور پیدا میکنین، البته از طریق اسکایپ و نظراتتان با ما شریک میسازین. ما اجازه بدین نخستین پرسش را با آقای رحمانی که از پنسیلوانیا آمریکا با ما وصل هستن مطرح بکنم. آقای رحمانی، در تازه ترین مورد وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ایالات متحده آمریکا به صراحت میگه که قدم های در گفتگوهای صلح در قطر برداشته شده که در هفته آینده این قدم ها اگر نتایج اقناع کننده داشته باشه، وزیر خارجه آمریکا نیز وارد این گفتگوها خواهد شد. گفتمان غالب در آمریکا که یک طرف گفتگو با مخالفین مسلح افغانستان یعنی طالبان است که شما در اونجا قرار دارین، گفتمان غالب چیست؟ موازه اخیر که در آمریکا مطرح میشه در قبال گفتگوهای صلح با طالبان و چهار موازه را که آقای خلیزاد مطرح میکنه، بحث آتش بس، بحث مبارزه مشترک با داعش و القاعده، بحث گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان و بحث خدمت عرض و خروج، این چهار مورد هم آقای خلیزاد مطرح میکنه. ظاهرا دیده میشه که گفتگوها به طرف اقدامات عملی یا گامهای عملی پیش میره. فضای موجود و دید موجود در آمریکا چیست؟ با سلام به شما بیندایتون بخیم امانایتون، من فکر میکنم گفتگوی بیشتر جدی در سطح دولت و تصمیم گیرنده های حکومت آمریکا فقط پیوسته می بوده حداقل از دو سال به این طرف که کدام هدف بسیار جدیه که بر منافع ملی آمریکا تهدید بسیار جدی مطرح باشه یا کدام منفعت جدی مطرح باشه در افغانستان نتونستن پیدا کنن یا دنبال کنن. و بعد از او هم شروع شد بحث از این که چگونه می دانیم از افغانستان کم آهنگ رفتن بکنیم. ولی تا جایی که جزئیات مطرح است که معمولا در رسانه ها بیرون داده نمیشه، ولیکن کسایی که متخصص هستن یا مسائل کمک عمیق‌تر درک میکنن اونا میتونن حدس بزنن. او طور است که به احتمال اغلب امریکایی ها حداقل به نظر من فکر میکنم که امریکایی ها تصمیم دارن آنچی را آقای بوش انجام داد و آقای اوباما انجام داد کنار بگذارن، به خاطر ارزش و در 18 سال گذشته نتیجه نداد و برن به مسیر یک استراتژی جدید. و یک بود استراتژی جدیدی است که چطور است که اگر ما با طالبان به عوض جنگیدن سر صحبت باز بکنیم. بله آقای رحمانی، اجازه بدین با پوزش شما از استراتژی جدید یاد کردین. قبل از گفتگوها استراتژی فشار جنوب آسیا از طرف ترامپ مطرح شد، اون هم یک استراتژی جدید بود و بعد از اون استراتژی ما شاهد تغییرات در نوع نگاه آمریکا نسبت به مخالفین مسلح افغانستان هستیم. از دید شما چرا استراتژی فشار به استراتژی تعامل تغییر میکنه؟ چرا این بحث با این جدیتش پیدا میشه؟ خب بسیار ساده است. من فکر میکنم چیزی که شما میگین یک چیز است، منتها تفاوت دیست که جنوب آسیا برای امریکایی ها طالبان است. جنوب آسیا برای امریکایی ها کشورهای بسیار جدی منطقه مثل هند و چین و ایران و پاکستان است. من فکر میکنم یک دلیلی که فکر میکنم با طالبان صحبت میکنن است که کشیدن طالبان از هیته کنترل پاکستان خودش زمینه را مساعد میسازه تا امریکایی ها در منطقه بالای پاکستان فشار بیشتر وارد کرده بودن. فعلا پاکستانی ها با نفوذی که بالای طالبان دارن و به شکلی که طالبان به شکل گوریلایی امریکایی ها را تحت فشار گرفتن، این شیوه برعکس است اگر فشار پاکستانی ها را بالای امریکایی ها نشان میده. من فکر میکنم با استراتژی که آقای ترامپ گفته تقریبا همگون است. صحبت با طالبان، آوردن طالبان در داخل نظام، کشیدنشان از تحت کنترل بسیار جدی پاکستانی ها در خط جنگ، همه از این میدانه به سادگی اگر به دقت طرفش سعی کنین جزء استراتژی فشار بر کشورهای مانند پاکستان و جنوب آسیا حساب شود. ولی آن هم میخوام یک مقدار تاکید کنم که آنچه آقای ترامپ گفتن و آنچه با میدیا داده میشه معمولا مسائل است که در روی صفحه هست و مسائل دیپلماتیک است. در عمق استراتژیک هنوز هم من فکر میکنم مسائل مثل حضور امریکایی ها در منطقه احتمالا تداوم خواهد کرد و این جزی از این جربست است. و در این زمان همکاری با پاکستان و در تعامل با پاکستان کار کردن احتمال بر 15 سال آینده هنوز هم جزء روند استراتژی خود بود. من فکر نکنم که به سادگی امریکایی ها بتونن در افغانستان موفقیت را حاصل بکنن اگر نخواهن امرای پاکستانی همکاری بکنن. تشکر آقای سنگدل. چندین بار در نشست های امنیتی گفته شده در
اروپا در بروکسل که بیرون شدن بیشتر از این خواهد داشت در افغانستان تا حضور نیروهای ناتو در افغانستان، به دلیل اینکه افغانستان در جنوب آسیا یکی از نقطه های بارز است و در اینجا نقطه های تضاد منافع مثل تضاد منافع عربستان و ایران، تضاد منافع پاکستان و هندوستان، رقبای جنگ سرد در اینجا تا حالا در واقع در کنش واکنش هایشان در واقع اون رقاب تجلی اون رقابت ها قابل دید است. همونطور که آقای رحمانی اشاره کرد بدون تردید که عمق استراتژی یک شبه تغییر نخواهد کرد، نفوذ آمریکا در جنوب آسیا با توجه به انکشافات اخیر و شکلگیری موجهای جدید باقی خواهد ماند، اما موجهای تازه که وارد سطح بلند گفتگو میشه، یعنی از آقای خلیزاد میره گفتگو به سطح پمپیو و از سطح سانگزای میره به سطح ملا برادر، این به چی معناست؟ آیا به این معناست که گفتگوها داره به طرف گامهای عملی نزدیک میشه؟ سلام بر شما و به تمام بینوای شما و حاضرین محترم در تالار و دوست ما شما در همانی سر در امریکا. مشکل اساسی است که تفاوت‌های سیاسی بین اروپا و امریکا بسیار فوق العاده وجود داره. امریکایی‌ها به تحت ریاست دونالد ترامپ دیدگاه تجارتی داره و در اروپا دیدگاه سیاسی داره و این ثابت میشه که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها خلافند. بله، من صدای شما را دارم، بفرمایید. این یک فاصله سیاسی بین اروپایی ها و امریکایی ها است. یک دوم دیگه میایم سیاست امریکا در افغانستان و در منطقه سیاست سیاسی نیست، سیاست اقتصادی است و خود ترامپ یگانه همو کاراکتری که داره کاراکتر تجارتی داره و میخواد از نقطه نظر تجارتی رفتار بکنه نه نقطه نظر سیاسی. به می ثابت شد که چند وقت میشه حتی کنگره امریکا هم سر صداش برآمد. حالا میمونه مسئله یمونه که ما چرا در این منطقه بیچاره مونده واجز مونده. ببینین اولین کار امریکایی هایی بودن که باید حکومت وحدت ملی از سیاسیون مطرح افغانستان باید فاصله بگیره که چنین کار کرد که تمام سیاسیون مطرح افغانستان روز از حکومت وحدت ملی فاصله گرفتن و حاضر هستن که با طالب ها بشنن، چون ترسشان این بود که اگر ما در آینده با طالب ها مذاکره کنیم این سیاسیون خلاف ما بشه. این کار کردن که اینا سیاسیون با خود رفتن که مذاکره را بسیار با آسانی با طالب ها بپذیرن. یک مسئله است. مسئله دومی است که امروز فاکتورهای را ایجاد کردن، بعضی اوقات میگن نگوسییشن کامپلکس میگن یا مذاکره پیچیده. امروز در افغانستان یک مذاکره پیچیده بسیار روبرو شده. پیچیده به این معنی است که ما در نبود امریکا هم میترسیم، در بودنشان هم میترسیم. در نبودشان به این میترسیم که ما بازم معضلات دیروز نشن، در بودنشان به این میترسیم که باز منطقه از پلتفرم از جایگاه افغانستان با ایدئولوژی مذهبی از ما استفاده کنن، باز بگن خارجی ها در این جهاز بیاین باز به نام جهاد یا به نام وساب اشغال یا وساب باز مبارزه کنین. و ما با تمام احترام به رحمانی صاحب دارم پیشتر گفتن که با پاکستانی ها آمریکایی ها مخالف است، نخیر. آمریکایی ها هیچ وقت پاکستانی ها را خفه نمی‌سازند و یگانه کشور در منطقه است که به خواستهای آمریکایی ها همیشه لبیک گفتن. بله. و آرزو را ازون تطبیق کرده. اونا به هیچ وجه نمیخوان که آمریکایی ها دور شوند. بنابراین در اینجا مشکل مویی است در این منطقه. فعلا پاکستانی ها میخواهند به خود نفت این مذاکره بگیرند، روسا به خود میخواهند، امریکایی ها به خود میخواهند، ایرانی ها به خود میخواهند، عربستان سعودی به خود میخواهند. این ما دور مانده. ببینید شما تعجبی است که امریکایی ها از طالب ها میخواهند که تضمینی را بدن که باز افغانستان مکان حمل یک تروریسم نشه. به این معنی که امریکایی ها پذیرفتن که طالب ها رئیس یک قدرت آینده افغانستان، یک خطر بسیار بزرگ به حکومت و مردم است. بسیار تشکر. بله آقای جاوید، در ادامه با شما خواهیم بود. آقای دکتر تشکر. من میخواهیم بحث با آقای قیاسی مطرح بکنم. سوال اینجاست آقای قیاسی که تنها طالب به عنوان ابزار تهدید در منطقه نیست، یکی از محورهای مهم این بحثی است که از حاکمیت ضعیف به نام افغانستان کشورهای همسایه تهدید نشه، مثلا حوزه امنیتی آسیای مرکزی این نگرانی و تشویش به جدیتش داره. چه ضمانت وجود داره و با چه تلاش‌های منطقه‌ای میشه ما این ضمانت را شکل بدیم که بعد از مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان تهدیدهای دیگری مثل داعش و القاعده و چندین گروه دیگر که از طرف رئیس جمهور مطرح میشه، 21 گروه مطرح میشه، اینها بار دیگر تجدید حیات نکنه و ابزار تحقق گرم برخی از کشورهای منطقه نباشن؟ به نام خدا، عرض سلام حضور بینندگان عزیز، دوستان حاضر در بس. نکته بسیار مهم شما اشاره کردین، نگرانی هم اینجاست و نگرانی بزرگی را که ایالات متحده امریکا یا تهدیدی را که نسبت به خود احساس میکنه امروز پا پیش گذاشته و با کسایی که دیروز
جزء از تروریست های معلوم الحال بودن، از جنایتکارهایی که هر روز حادثه و قتل و کشتار برای مندازن تا امروز هم دست بر نداشتن. خب بر اینا یک مشروعیت سیاسی بسیار کلان دادن در سطح بسیار بالا. و امروز شما اشاره کردین که وزیر خارجه هم برمیگرده و مذاکرات میپیونده. ما طرفدار صلح هستیم، همگی صلح آبرومندانه با ثبات دوامدار میخواهم، ولی به قیمت نه از دست دادن امروز و دستاوردهای منظورتون نظام و ارزش ها. نظام و ارزش ها همه مهم ایست که باید یک سلسله تدابیر و تضمینای گرفته شود که این نگرانی که شما دارین، این نگرانی آهاد مردم افغانستان است، حتی در سطح بالا سیاسیون، که با این مسئله باید روشن باشه و تضمین شده بتانه که هرگاه وضعیت طوری می باشه که ایالات متحده امریکا مسائلی را که باید با دولت قانونی افغانستان مطرح بکنه و سبب به اصطلاح مسائل خروج قواعش از افغانستان، تبدیل نشدن افغانستان به لانه های تروریستی بله. دوباره مسائل بسیار عمده کلان است که این دولت مسئولیت داره بله. اما وقتی که با طالبان گپ زده میشه این نگرانی را خلق کرده که داره ایالات متحده امریکا اونا را در یک جایگاه مهم در قدرت سیاسی افغانستان برگزیده و یا انتقال میده و این نگرانی است که مبادا با رسیدن به این نقطه، به این جایگاه یا نزدیک شدن به این مرحله طالبا دیگه با همه تعهداتشان پشت پا بزنن و دوباره همو سوالی که شما کردین برگردن به اون سیاست های اولشان که درست در این وقتا شما حتما اطلاعات دارین که القاعده دوباره زنده میشه، تجدید حیات میکنه، بچه اسامه بن لادن پسر بزرگشان در رأس سازمان قرار میگیره. این مسائل است که احتمال داره که افغانستان دوباره یک نکته دیگه که این بود از طرف آقای داودزی مطرح شد. آقای داودزی به عنوان یکی از چهره های مهم که بحث جرگه را مطرح کرد و بحث در شورای صلح افغانستان است، اونا نگرانی دارن از پیچیده بودن و گفتگوهایی که در پشت درها مطرح میشه. این گفتگوها را گفته میشه خیلی بسته پیش میره و حکومت افغانستان که در موردش بحث است، این حکومت از رسانه ها آگاه میشه. این بسته بودن از دید شما و نگرانی ها را چگونه باید ببینین؟ ایالات متحده امریکا از مدت ها به این طرف وقتی سیاست جنگیش تغییر میکنه، دوست در جای دشمن نشانده میشه و دشمن در جای دوست نشانده میشه، سیاست مبهم در منطقه به پیش میگیره. به چه منطقه؟ روی چه منطقه؟ کل منطقه شایی که اینا خواستن که و از طرف دیگر دولت افغانستان هم در سیاست های جنگیش کمک کرد به سیاست ایالات متحده امریکا که خودش از جنگ های دوامدار داخل افغانستان یک مقدار بیرون بکشه. به چه معنا که ما تلاش کردیم و سیاست های ما طوری بود که طالبایی که امروز می جنگند در برابر دولت افغانستان، اردوی افغانستان، مردم افغانستان، اینا تروریست های جز تروریست های بین المللی نیستند. اینا تافته های پیوسته به القاعده نیستند، به داعش نیستند. اینا برخواسته از به اصطلاح حکومتداری بد افغانستان و حضور یک طیف دیگه، یک قوم دیگه، یک مردم دیگه در اکثریت قدرت است. این را هم پاکستانی های سیاست پیش بردن که نواز شریف ببخشین پرویز مشرف به صراحت این مسئله روشن بیان کرد و این آرام آرام واقعا امروز سبب شده که امریکایی ها به این باور رسیدن که طالبا جز به اصطلاح اختلافات داخلی افغانستان است، یک جنگ داخلی است، نه یک جنگی که تروریسم بین المللی مطرح باشه. و تا قبل از آقای ترامپ هیچ کس حتی مقامات آلیوبی امریکا از نقش پاکستان طرفه می رفتن و قبول نمی کردن در پشت طالبان. ممنون آقای قیاسی. آقای بختیاری، اگر گروه تفنگ خود را به زمین بگذاره و آهنگ صلح را سر بته و با روی کرده های سیاسی در یک قاعده کلان سیاسی وارد شود و به نظامی که مبنای مشروعیتش رأی تعیین میکنه به و بر اساس همون اصول به این ملل که هیچ جنگ با جنگ برای حل و نمیرسه، این چه عیب داره؟ اگر طالب به عنوان یک گروه مسلح تفنگ بانه در یک گفتگو به حکومت افغانستان وارد شود، در یک قاعده کلان در انتخابات به وارد شود، چی مشکل داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت همه بینندگان و دوستان حاضر در بحث.
نشست قطر و فیصلهایی که در قطر صورت گرفته و یا خواهد گرفت در راستای تأمین صلح در افغانستان است. آن چیزی که صلح را تهدید میکنه تضاد منافع و تقابل منافع قدرت ها در جغرافیای افغانستان است. ببین همه قسمی که در گذشته با پیروزی کمونیست ها و تجاوز ارتش سرخ در ارتش سرخ شوروی در افغانستان یک جنگ را بر ملت افغانستان و جغرافیای افغانستان تحمیل کرد، متاسفانه امروز مسئله صلح هم بدون از اینکه از کم و کیف از ملت افغانستان و دولت افغانستان خبر داشته باشه بر ملت افغانستان تحمیل میشه. پس نقطه‌ای که ما در اینجا باید مورد توجه قرار بدیم که ملت افغانستان هیچ وقت نه در صلح عامل بودن و نه در جنگ. پس آن چیزی که امروز در جغرافیای افغانستان اتفاق میفته تضاد منافع و تأمین منافع و تقابل منافع قدرت‌های بیرون از جغرافیای افغانستان است. ببینن ما واقعا ملت افغانستان یک چیز را باید بدانن که آن چیزی که این تضادها و تقابلات را در افغانستان دامن میزنه متاسفانه انگیزه ها و عوامل خارجی است، اما ضعف حکومت بله. و ضعف خود اتکایی نظام و ضعف اجماع ملی در بین بازیگران سیاسی و احزاب و جریانات در افغانستان باعث میشه که جغرافیای افغانستان قبل از این که در راستای تأمین منافع اولیای کشور استفاده شه متاسفانه در راستای تأمین منافع دیگران صرف میشه. طور فرافکنی هم در افغانستان مطرح است که در بدون تردید که عوامل و متغیرهای بیرونی تأثیر گذارتر از در صلح و جنگ افغانستان و در سایر سیاست‌های کلان افغانستان، اما ما در بسا موارد یک سری فرافکنی هایی رم داریم که از مسئولیت فرار میکنیم. اگر باران هم نباره بد میگیم که پاکستان است، اگر آفتاب هم داغ شود میگیم که ایران است، و این بحث ها هم متاسفانه فرار از مسئولیت هم است. در این پنج دهه پسین متاسفانه در بسا موارد ما هم بخشی از تحقق منافع برخی از کشورها بودیم که از این نباید چنپوشی کرد. موافق هستین؟ نه کاملا موافق هستم. نکته‌ای که جناب دکتر سیف سنگدل اشاره کردن نکته بسیار جالب است در تأمین صلح در افغانستان. مثلا شما می‌بینین ما امروز در افغانستان یک بحث رو داریم به نام جغرافیای افغانستان. من هم می‌فهمم که تا جلسه قبل یکی از آجندای مهم نشست قطر مسئله جغرافیای افغانستان بود که جغرافیای افغانستان نباید برای تهدید منافع کشورهای همسو با آمریکا قرار بگیره. یکی از به اصطلاح موضوعات مهم بود. ما در اقتدار ملی داریم متاسفانه. بله، حالا شما اگر توجه کنید تمام جغرافیادانان سیاسی افغانستان به این معتقد هستند افغانستان را سیاه چاله ناشناخته و یا به تعبیر دیگر یک معادله دو مجهوله تلقی میکنه. نکته ای که آقای سنگدل اشاره کردن همین بود که امروز با آمدن نیروهای آمریکا در افغانستان ما دچار مشکل میشیم و با رفتن از این باز دچار مشکل میشیم. پس بنابراین چیزی که میتونه افغانستان از این معضل و از این بحران نجات بده چیست؟ حاکمیت مرکزی افغانستان با تکیه بر توافق و اجماع ملی بین جهان که متاسفانه ما تایی 50 سال نداریم. آقای رحمانی، ما تایی 50 سال گذشته متاسفانه به اجماع ملی که تعریف کننده دیدگاه کلان کشور باشه نرسیدیم. اینجا اشاره میشه که افغانستان به دلایل ورطه و کانون بحران تایی سالیان پسین بوده که ما ظرفیت مدیریت تضاد منافع کشورهای کلان و منطقه را نداشتیم. ما ظرفیت تعریف منافع مشترک کشورهای منطقه و جهان را در اینجا نداشتیم. عوامل اصلی بیرونی است و تضاد منافع باعث جنگ در افغانستان شده. آیا این گفتگوها خواهد توانست تا در میان شش همسایه ما و کشورهای فرامنطقه‌ای به نقطه های دست پیدا بکنه که منافع دیگرها را مشترک بسازه و تعریف بکنه و صلح معنادار اینجا بیاره؟ نه، بدون شک امکان پذیر نیست. شما نمیتونین تمام معضلات سیاسی دنیا را با یک حل کردن با آوردن طالبان یا کشیدن از خط جنگ تمام مسائل دنیا را حل کردن نمیشه. دنیای فعلی بسیار زیاد مغلق است، بیش از 200 کشور با هم در جدال است و کشورهای بزرگ حتی
جی 20 یا 20 کشور بزرگ هم اگر حساب بکنیم اینا بسیار معضل زیاد دارن. من فکر میکنم اگر بخوایم واقعا بسیار واقعی بینانه طرف مسئله سعی کنیم، ضرور نیست که بسیار مغلق بسازیم، بسیار یک مسئله ساده است. سوال اساسی است که امریکایی ها مثل دوران جنگ سرد که روزها دمینگیر شده بودن در یک منوور یا به اصطلاح یک مانور سیاسی که داخل افغانستان آمدن، امریکایی ها هم در بعد از 11 سپتامبر به اساس یک مانور سیاسی ناچار بودن در اینجا بیان و زمینگیر شدن. پیوسته کسایی که طرف مقابلشان هست، حالا ما نمیشه بشه تا درست معلومات استخباراتی نداشته باشیم دقیق تعیین کنیم کدام کشور در مقابلشان قرار داره، ولی حامی های کسایی که شورش‌های افغانستان حمایت میکنن کشورهایی هستن که اونا افغانستان رو میخوان، امریکا رو میخوان در افغانستان زمینگیر بمانن. و این امریکایی ها کدام کشور هست از دید شما؟ به محض این که امریکایی ها آهنگ رفتن میکنه، مسائل جنگ کشمیر شروع میشه، مسائل حملات بسیار جدی در دیگه کشورها در منطقه شروع میشه، دوباره پسر اسامه پیدا میشه. اینا همه حرکات است که در نهایت امریکایی ها را میخوان طرف مقابلشان که در اینجا بمانن و زمینگیر شوند. امریکایی ها در این زمان کوشش دارن با حداقل پایین آوردن سطح جنگ در مقابلشان یا جنگ شورشی یک مقدار از هزینه حضورشان بکاهن و تمام این زحمت در همین حد است، ولی این به این معنا نیست که با آمدن طالب ها ما معزله بزرگی را که امریکایی ها با کشورهای بزرگ در منطقه و فرامنطقه در تضاد و در مسابقه قرار دارن، اینا نه تنها حل نمیشه، من فکر میکنم با برآمد طالب ها ما شاید بحران های جدید و تحول های جدید و اکتورهای عاملین جدید خود بودیم. مگم بدون شک گفتم میدونین که حداقل برای مردم افغانستان برای 5-10 سال آینده با پایین آمدن طالب ها از خط جنگ احتمالا زمینه نفس کشیدن بهتر پیدا میشه. تشکر آقای سنگدل. اما طور که شما گفتین بودن آمریکا و بیرون بودن آمریکا هر دوش برای افغانستان چالش بار میاره، اینجا آقای رحمانی اشاره میکنه که بعضی جبهات ایجاد میشه، بعضی پیچیدگی‌های دیگره که آمریکا را بیشتر از این زمینگیر بکنه. شما میدونین که طویل ترین مأموریت آمریکا، مأموریت جنگیش، مأموریت افغانستان است و تلاش‌های است که این مأموریت با پرستیژ بین‌المللی آمریکا در واقع کمتر رنگ خود کمتر بسازه و آمریکا در واقع هزینه های خود در اینجا کمتر بسازه. دید اروپا که شما از سویس صحبت میکنید نسبت به قاعده های بازی در افغانستان چیست؟ از دید اروپا آمریکا داره به کدام جهت حرکت میکنه و در افغانستان در صدد چیست؟ کدام نقشه ها را در افغانستان میشه تغییر داد؟ ما فکر میکنم شما خواهش میکنم که ما را بگذارم کمی تحلیل بسیار مختصر بکنم. بیاین که پیش از اینکه ما تحلیل بکنیم دیدگاه های امریکایی ها برای امریکایی ها یا دیدگاه های اروپایی ها برای اروپایی ها، بیاین یک تحلیل کنیم راه حل برای معضلات افغانستان که کدام فاکتورها سبب بی‌ثباتی در افغانستان در همین پروسه سال فعلی میشه. اول اگر شما میخواین صلح بکنین باید صلح بکنین، قدرت کنار بونین. امروز تمام سیاسیون برای قدرت صلح میکنه نه برای صلح حاصل میکنه. یک مسئله است، هر سیاستمداری که در افغانستان است ولو بسیار محترم نیست و آرزو داره که یا وزیر شه یا رئیس جمهور شه یا صدر اعظم شه، یک مسئله است که خودش صلح میتونه صدمه وارد کنه. دو، نه صلح فعلی، بعد از صلح چی میشه؟ طالب هایی که نه صلاح بدنی میمونه آینده از اونها چی میشه؟ آیا ما میکنیم های بعد از مدنظر گرفتیم که اونها شامل مصروفیتشان که باز دیگه گروه از اونها استفاده نکنن؟ اسلحه های پاشیده که در سراسر افغانستان است، این اسلحه ها چطور جمع آوری میشه و چطور حفظ میشه و کی از استفاده به حساب میکنه؟ اردوی ملی ما شما را، پلیس ما شما را، کدام کشور، کدام پارتنر اونا را میتونن که از نگاه مالی بسا تنیل بکنن که تا در هاینده اردوی ما شما، پلیس ما شما پاشیده نشه و باز کشورهای منطقه از ما به خاطر آرزوهای خود استفاده نکنن، هیچ بسا پیچ بز نشن. خود رول سیاسیون فعلا که هستن در کدام کوشه قدرت به حساب میآید و اگر طالب ها میآید با کدام استراتژی که در قدرت میآید و چی عمل کرده های در افغانستان میخواهد به حساب پیاده به حساب بکنه و با روابط طالب ها با پاکستان به کدام شیوه است، طالب صحبت نشده با ایران به کدام شیوه است، با آمریکایی ها به شیوه است. این چیزایی است که آمریکایی ها ما را بخیر گنگا کردن، فقط یک تمرکز است، آمریکایی ها میرن نمیرن، ما را مالایزی مصروف کردن. فاکتور اساسی که میتونه جنگ به حساب روبرو کنه مثل 92 مسئله انتخابات است. آیا کدام میکانیزم های منطقی را ما تحلیل میکنیم که نتایج انتخابات سیاسون و طالب ها بعدا بپذیرند که باز به تجزیه افغانستان یا به جنگ درونی افغانستان ما نشیم؟
بنان در اینجا بودن و نبودن امریکا با ما شما معذرت شده. بیاین در وسط یک راه دیگر پیدا کنیم. راه دیگه ای است که از نیروهای ملل متحد ما سوالی است که چرا ملل متحد ساکت است و گفته ای هند خاموش است. باید از نیروهای کلاهپوش‌های حابی اروپایی‌ها خود ملل متحد استفاده شود که برای ما تضمین بکند که تا به قبول نتایج انتخابات میان حضور پیدا میکنند و حضور امریکایی‌ها را ما به حضور ملل متحد تبدیل میکنیم و یک تضمین جهانی که در روش کشورهای مسلمان هم اسلامی هم شریک باشد که بعد در نام جهاد ما را باز نزنند. ما شما تضمین را داشته باشیم که تا انتخابات بعدی و یک نظامی که قابل پذیرش باشد یک باز تا نخصه به کدام جنگ درونی ما حال ما را بسیار مصروفه. فقط یه امریکایی ها میرن نمیرن چی میشه بله. مصروف داره که اپای اساسی شما را بخیق برختاندن نسان. تشکر آقای سنگدل. به یک میان برنامه کوتاه میریم در ادامه در بعد از این بیان برنامه برنامه ادامه خواهیم داد. آقای قیاسی، اینجا از یک گسست نظام در افغانستان هم اشاره میشه که متاسفانه در حکومت افغانستان رفتار سازمانی سیاسی وجود نداره. ساختارها نقشها را مدیریت کرده نمیتونه تا ما به یک چتر ملی دست پیدا بکنیم و چتر ملی معرف مواضع ما در سطح ملی و بین المللی باشه. چطور میشه که ما نقشها را در یک چارچوب به نام رفتار سازمانی سیاسی تعریف بکنیم تا این رفتار سازمانی سیاسی در سطح کلان موضع‌گیری بکنه و در این بحث ها وارد شده؟ برای از این کار فرصت ها را ما به اصطلاح برقاسا از دست دادیم. ما 14 سال یک دوره را به شوخی گذشتاندیم، در حکومت داری نظام داری نکردیم. با بزله گفتن با گپای بسیار ساده، یعنی یک فرصتی بود که ما میتونستیم از جیوپولیتیک افغانستان برای ثبات افغانستان استفاده بکنیم و سیاستایی میداشتیم که امروز ما در منطقه در روند صلح همه چیز تاثیرگذار میبودیم و این ساده به دست نمیه. این چیزی که شما اشاره کردید بسیار مهم است. اینجا که دیگر علامت نیست، این قدرت سیاسی میگن. قدرت سیاسی در یک جامعه بزرگتر از قدرت آن هم ایجابی است. به صورت ایجابی نه سلبی. سیاستش ایجابی باید باشه. قدرت سیاسی جمع قدرت نیروهای سیاسی اجتماعی جامعه و قدرت دولتی مساوی میشه به قدرت سیاسی. کی قدرت؟ این قدرت سیاسی که همون نظام چیز نظام سیاسی نظامند که شما برش چیز بله. اشاره کردین، این همه توی یک چیز از نظر علوم سیاسی شما برای از این کار تصادفی به دست نمیه. باید سیاست گذاری های داشته، فرهنگ سیاسی که به اصطلاح در نظام حاکم یا در سطوح رهبری یک کشور وجود می داشته باشه، این سیاست فرهنگی یا ببخشید یا فرهنگ سیاسی که وجود می داشته باشه، این میره یا به طرف سلبی بودن یا به طرف ایجابی بودن که در افغانستان متأسفانه به طرف سلبی رفت. که امروز ما او قدرت سیاسی را که باید در نتیجه یک اعتماد بین نیروهای سیاسی اجتماعی جامعه و رهبری دولت به وجود میآید که در تصمیم گیری های کلان جامعه را به پشت سر خود میکشانه و اراده ملی را تمثیل میکنه دولت در نظام بین الملل یا تعاملات بین المللی خودش و منافع خود دنبال میکنه. ما این میره در تای 14 سال 17 سالی که تا امروز رسیدیم ما روی ازی کار نکردیم و به این کار اهمیت ندادیم. یک کارهای سطحی در این کشور صورت گرفت که امروز به قول دوستا که ما نگران رفتن یا بودن در حالت متحده امریکا هستیم که ما با چیکار میشه آینده افغانستان. اما من میگم که اینجا افغانستان همیشه بوده خواهد بود و فرزندان از این سرزمین دفاع خواهد کرد چنانی که در گذشته بود. درست است که فعلا ما فکر میکنیم که آسمان در زمین میخوره، قیامت برپا میشه، اما یادتان باشه که از این سرزمین مردم دفاع خواهد. تشکر آقای بختیاری. این برای همه معلوم و مبرهن است که ما دچار ضعف اقتدار ملی هستیم در افغانستان و کنش واکنش ما ایجابی نیست. متاسفانه خیلی به شدت سلبی عمل میکنیم در حوزه بین الملل و در داخل هم ما ضعف و شگاف های خیلی ابتدایی داریم متاسفانه.
حالا در سیاست های کلان چطور میشه که ما حداقل امنو حرکت بکنیم، امنگاه حرکت بکنیم تا حداقل در بازی های منطقه‌ای که داره در امر صلح و جنگ افغانستان شکل میگیره، همونطور که شما گفتین عوامل و متغیرهای تعیین کننده در افغانستان بیشتر بیرونی است، ما چطور میتونیم به این عوامل و به این متغیرها چراغهایی رو نشان بدیم که ما هم به عنوان یک بستر ضعیف اما نه ای که از بین رفته باشیم در خدمت شما هستیم و ما میخواییم که در پرتو اینی بسترها با شما گام برداریم؟ گرامشی یکی از اندیشمندان به نام ایتالیایی است. او معتقد است که در بحث سلطه، یعنی هر وقت که در مباحث علوم سیاسی بحث سلطه مطرح میشه، شخصیت گرامشی مطرح میشه. گرامشی معتقد است که میگه که برای سلطه تنها قدرت و ثروت کافی نیست، بلکه یک فشار روانی، یک آرامش روانی از ناحیه قدرت برتر که بتونه تضمین کننده بود روانی بر جامعه باشه. ما امروز متاسفانه یکی از عوامل بحران در سطح روابط بین الملل ضعف حکومتداری امریکاست که متاسفانه اونمو سلطه روانی در افکار آهسته آهسته از دست داده. و متاسفانه با ضعف سلطه روانی امریکا، کشورهای دیگر در موازات قدرت امریکا دارن در عرصه روابط بین الملل مطرح میشن. کدام کشورها مشخصا؟ کشورهای متعدد، مثلا فرض کنید امروز قدرت‌های بومی را در هر کشور، حتی در سطح کشورهای کوچک، میتونیم یک به اصطلاح تهدید در روابط بین الملل تلقی کنیم. پس بنابری آسیب پذیری قدرت‌های برتر در شرایط فعلی در روابط در امنیت جهانی متاسفانه به مراتب بالاتر شده از کشورهای کوچک. اگر واقعا کشورهای قدرتمند به خاطر حفظ سلطه خود در یک هماهنگی در راستای صلح حرکت نکنند، قبل از اینکه قدرت و اقتدار بومی کشورهای کوچک مورد تهدید قرار بگیرند، از کشورهای قدرتمند مورد تهدید است. پس بنابراین ما در افغانستان از دو ناحیه مورد تهدید و مورد یک به اصطلاح تهدید روانی و امنیتی هستیم. یکی از ضعف اقتدار درونی در افغانستان، یکی از به اصطلاح ضعف سلطه روانی امریکا که حامی کشور ما تلقی میشه. و اگر واقعا این دوتا هر روز در کنار هم اگر به صورت موازات حرکت نکنن و دولت امریکا در صدد تضعیف حکومت و حاکمیت مرکزی افغانستان باشه و در صدد تبارز قدرت‌های موازی بر نظام و حکومت مرکزی افغانستان باشه، من فکر میکنم که این ناآرامی، بی‌ثباتی و ناآرامی روانی در سطح افکار عموم هر روز بیشتر خواهد شد. تشکر. آقای رحمانی، امروز وزیر خارجه امریکا یک چراغ مثبت داد خیلی به صراحت که سطح آیت بلند خواهد شد در هفته آینده و خود وزیر خارجه که یکی از برجسته‌ترین دیپلمات‌های آمریکاست در این گفتگوها شرکت خواهد کرد، به این معنا که خیلی حساس شده و تصامیم عملی اتخاذ خواهد شد. و از کشورهای منطقه مثل کشورهایی که اخیراً در این بحث می‌خواهند علاقمند هستند، زی علاقه هستند تا نقش داشته باشند، از اونا هم خواستند که در امر صلح و جنگ منطقه گام‌های مثبت داشته باشند و تعهدات خود را نشان بدن. از دید شما چی باعث میشه که سطح آیت بلند میره و آیا بحثایی که با طالبان در پشت درهای بسته پیشرفت تا حالا خیلی آفتری کارد مطرح میشه در سطح رسانه ها، اون تصامیم اصلی این موضوعات به کدام جهت در آینده قریب، این موضوع به کدام جهت استقامت خواهد یافت؟ خب دلیلی که وزیر خارجه سیگنال میتا، من فکر میکنم امیر آوند از آغاز شما تعقیب کرده باشه، نه تنها وزیر خارجه، از وزیر خارجه امریکا در پیشتر رئیس جمهور ترامپ خودش دوبار سه بار سیگنال داد که اگر ضرورت باشه ما نیروها را در افغانستان میکشیم اگر خروج یک راه حل باشه. اینا همش جز طبیعت امی چانزنی یا جز طبیعت روند مذاکره است. ما فکر می‌کنم هر قرار مثل که شما هم حس کردین احتمال مذاکره داره و وارد مراحل آخرش میشه و به احتمال اغلب در مرحله آخر احتمالاً از رهبری طالبان شاید ملا هیبت الله یا شاید هم کسی دیگر امرای یک هیئت بلندرتبه امریکا در نهایت ببینن و چیزی امضا بکنن و به یک نتیجه نهایی برسن. این خودمی حد است. ولی اینکه مسائل عمده چی بسیار مطرح است،
ما در حد حدس و گمان براتون چیزا رو گفتم، میتونم بگم به احتمال اغلب ما چند روز دیگه وقت کردیم تا که به یکم بیشتر اینا بیرون گفته. چیز عمده و بسیار اساسی که به نظر ما احتمالا اتفاق افتاد خواهد افتاد و قابل بحث طالب بود ای است که امریکایی ها به خاطر حضور بیشترشان در چهار سال امرای طالبا کنار بیاید و در مقابلش بر طالبا چیزی بدن. چیزی را که به احتمال اغلب طالبا بدون شک میخواهد یک قدرت بدون چون چرا است، ولی امریکایی ها اگر این کار را بکنن احتمالا با طالبا احتمالا با مشکل رو برو میشن. بنان گوش میگن او را نتن، اما در عوضش با چیزهایی را برشان ارائه بکنن. مثلا چی چیزهای آقای رحمانی؟ چیزی که معمولا به کشورهای مختلف داده میتونن وعده و وعید پول است و پول است و حمایت سیاسی و گذاشتنشان در سیستم قدرت. احتمال در نمی حد ما یک چیز خواد داشتیم و احتمال طالب ها هم کوشش نهایی خواد کردن که از این بیشتر چیزی بگیرن. احتمال ما یک خروج سمبولیک یک مقدار اقتدار از نیروها را خواد داشتیم و به شکل از اشکال ما شاید روند انتخابات به یک نوع بتونیم کمک تعمیر بکنیم به شکل که طالبا بتونن قدرت در این روند انتخابات سهیم شود. دمی حد احتمال دمی چارچوبات چیزی کمتر و چیزی زیادتر شاید ما از دمی حدود چیزی به متوجه به شاهدش باشیم. ممنون آقای سنگدل. یکی از نگرانی های موجود در افغانستان این است که برخی از کشورهای برخی از بازیگران منطقه‌ای هم برای طالبان نفوذ داره یا رابطه دارن با طالبان، مثل روسیه، مثل ایران، مثل هند که بارها در رسانه‌ها مطرح شده. اونا هم در واقع هر یکش منافع خود را و تضادهای منافع را در افغانستان داشته و داره. آمریکا را اینجا گفت که با این امتیازدهی ها میشه که مخالفین مسلح طالبان را اون بخش را که ملاحبت الله در رأسش است در واقع در وارد ساختار خواهد کرد و با اون خواست هایی که طالبان هم گفته و انعطافات هم نشان داده. اما اون نگرانی های دیگه که کشورهای دیگه نفوذ داره بالای برخی از جریانات، اون نگرانی ها چگونه خواهد شد؟ این شاید سوال شما مرگ جواب بده، شاید بسیار تاثیر باشه. یکی از شرط های بسیار بدون مذاکره از پاکستانی هایی بود که باید تمام عساکر امریکایی ها از افغانستان باید بیرون دفتر نشن. چرا؟ به دلیل اگر دولت یا حکومت در آینده در افغانستان وجود نیاید، اگر آرزوهای پاکستان تطبیق نکنه، بنان پاکستان یک راه گریز داشته باشه که باز با یک نام دیگر و یک گروه دیگر ایجاد بکنه، بوین امریکایی ها حضور داره، باز جهاد بر ما اعلان بکنه. به این خاطر چون امریکایی ها و پاکستانی ها نزدیک است، برای فردای خود ایره پیش بینی کردن که باید چنین کار باید باشه. و اگر چنین مسئله روسیه و چین بسیار مهم است، اگر این مسئله نا در پروسه مذاکره صلح بین امریکایی‌ها و طالبان حق خود را نگرفته باشند، بنان اینا همچنین گروه دیگر هم میتونن که در کوتاه مدت بسیار سپورت بکنن تا یک مسئله دیگر بسیار در اینجا بسیار صورت بگیرن. اون تو استراتژی که کلان که هستن، امریکایی‌ها در اینجا قسم میخوان که طالب‌ها را، خدای نخواسته چون آرزوی من ندارم، طالب‌ها را با آرزوی عربستان سعودی در مقابل ایران بخزانه که ایرانی‌ها از نقطه نظر این طرف بسیار که از طرف پاکستان یک چند وقت یک حادثه شد، از این طرف از طرف افغانستان باشه و تمام ادب های دراز مدت امریکایی ها و خود عرب ها را از طریق این دو کشور یا سه کشور بتونه بالای ایران تطبیق بکنن. بنان در اینجا از تئوری جنگ، بعضی تئوریسرهای جنگ میگن که در بعض مناطق جهان، قاره های مختلف، بعضی کشورها باید حداقل یک صد سال یا یک قرن یا دو قرن جنگ باشه. و متاسفانه بسیار تاسف و عذر میگم که یک در منطقه کشور ما انتخاب شده که برای در این منطقه همیشه برای منافع کشورهای امریکا دنیا باید جنگ باشه. و بسیاری دانشمندا اساتید ما شما میگن که افغانستان از نقطه نظر ژئوستراتژیک بسیار یک موقف خوبی قرار داره. نخیر، ما در منطقه یک کشور بسیار ضعیف هستیم و هر کس میای از ما استفاده میکنن و سیاسیون ما زود اعتماد میکنن بالای کشورهای منطقه و امریکا دنیا. در گذشته ببینین کمونیست ها میگن یا هر چیزی که میگن با روس ها اعتماد کردن، اما خود کمونیست ها را زدن. حالا ببینین امی دولت کنونی ما امریکایی ها سپورت کردن، تعجبی است که پلان استراتژی با دولت افغانستان امضا کردن اما تعهد از امریکایی از طالب ها میگیرن. بنابراین در اینجا گوشه ماندن دولت ما را و فاصله را بین سیاسون مطرح افغانستان ایجاد کردن که از انرژی شده ما شما برای مذاکرات خود برای امروز و فردا و پس فردا استفاده بکنن. به می جهت شده که بین سیاسون یک طرف است، حکومت دیگر طرف است و پاکستان و خود طالب ها به طرف دیگر است. یک سه انتخاب برای امریکایی ها ما میتیم و امریکایی ها معمولا انتخاب میکنن با که منافع خودشون و منافع پارتنرهای استراتژیک در ارتباطشان باشن.
بسیار تشکر. در جمعه به شما خواهیم آمد. یک کنیم دقیقه وقت داریم. آقای غیاسی، سطح حیات میره بلند، شاید به گفته آقای رحمانی هیبت الله رهبر طالبان شرکت بکنن و پمپو هم فکر میکنین یک سلسله فیصله های صورت خواهد گرفت. این گام به نظر شما چقدر واقعا به صلح افغانستان یک صلح واقعی را خواهد آورد؟ واقعا اگر تعهدات به میان بیاید و تضمین های هم گرفته شود که یقینا کشورهای مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بخشی از پاکستان گرانتوری از این کسایی هستند که تضمین میکنند طالبان را که تعهداتشان عملی بکنند در برابر خواستایی که ایالات متحده امریکا داره. خب اصل مسئله ایست که چرا امریکا به چنین روند روی آورد، یعنی روی کرده امریکا چرا این چنین شد. ترامپ واقعا سیاست های بسیار روشن داره، در این حال که نگاه اقتصادی به مسئله داره. سیاست بسیار به سادگی قرار بود که اساکرش از افغانستان بیرون کنه و این کشور آنچنان منافع امریکا را به اینجا بر نمیتابه و لازم نیست که به این اندازه زیاد به اصطلاح دوام کنه جنگ و پایان میدادن جنگ بر قیمتی که میشد. نظامیان امریکا مخالف از این پروسه بودن که تمام دستاوردهای حضور امریکا را ضرب صفر میکنه و ما دست خالی برمیگردیم از افغانستان و دوباره به یک تهدید تبدیل میشه. اینا به این نتیجه رسیدن که بین یک گزینه دیگر روی میز میگذاریم که او عبارت از صلح است و با طالبان گپ میزنیم پاکستانی و اینا. امریکایی‌ها بسیار یک سیاست بسیار خوب پیش گرفتن که تمام مرداریا و مشکلاتی را که در منطقه و بخصوص بالای مردم افغانستان به وجود آمده بود اینا را به گردن همسایه‌ها انداخت، یعنی طالبان را به دامن روس‌ها انداخت، طالبان را به دامن ایرانی‌ها انداخت، حتی با ازبکستان و کشورهای دیگه، و اینا را به مردم افغانستان نشان داد ما سال‌ها با اینا مبارزه می‌کردیم، این همسایه‌های شما بودند که اینا از پایتخت‌های این کشورها سر بیرون می‌کنند و حمایت می‌شن. تشکر به شما. برخواهیم گشت آقای رحمانی، چقدر خوشبین هستین از انکشافات قطر؟ این انکشافات آیا منتج به اون حدسی که شما زدین خواهد شد که در سطح وزیر خارجه و رهبر طالبان توافقات صورت بگیره و اون توافقات عملی شود؟ بسیار سوال خوب مطرح کردین. ما خوش از میرم مطرح کردین بخاطر وقت پیدا نشد. به احتمال اغلب یک مشکل جدی ما داریم مثل حوادث جنگ که بین پاکستان و هند افتادن در گرفت و مسائلی که به خاطر بچه اسامه بن لادن. ما امیدوار هستم کدام حادثه بزرگ دیگه در سطح منطقه یا در سطح دنیا در امی 5-6 ماه آینده نشود. اگر نشود ما احتمالش زیاد میبینیم که این بحث به نتیجه برسه و بره به یک مسیر دیگه. ولی اگر ما شاهد کدام بحران خطرناک در منطقه بودیم که موقف امریکایی ها را، روس ها را، چینی ها، خصوصا پاکستان و هند و عربستان در عین زمان با شدت لرزان میکنه، خصوصا حرکات را که ایرانی ها احتمالا تصمیم دارن روی دست بگیرن، اگر حرکت مطرح شد من فکر میکنم ممکنی روند کمک بر هم بخوره، ولی در غیر از او به احتمال اغلب به نتیجه میرسن. تشکر. آقای سنگدل، نظر شما چیست؟ چقدر خوشبین هستین از پیشرفت ها در مذاکرات در قطر و ای که سطح حیات بلند میره؟ بسیار جای تاسف است که اجساد آیت بلند میره، منطقه حکومت وحدت ملی دور مونده باید در این پروسه حکومت وحدت ملی اشراک به حساب میکرد، نه به حساب وزیر خارجه امریکا قسم تعود دکتر خلیزاد که گفته بودن که باید حکومت وحدت ملی باید اشراک بکنم. ما تاکید به این میکنم که تا زمانی که روش بعد از صلح روشن نباشه و یک دیدگاه مشخص و قابل پذیرش بعد از صلح نباشه، ما در کوتاه مدت شاید یک سال داشته باشیم، در متوسط دراز مدت بعد به اون جنجالایی که روبرو بودن در گذشته بروی واسان نگرانی هستم که اتحادی اروپا پای خود پس کشیده، چی احساس میکنه؟ آیا احساس خطر میکنه که نامشون در آینده بند شه؟ بلند متحد هیچ حرفی نمیزنه و هیچ مسئولیتی نمیگیره. پشت از این حرف چی هسته؟ آیا باز پاکستانی ها همون تجارب گذشته را از طریق پارتنر دائمیشون که امریکایی است بالای ما تطبیق میکنن، یا یک سال پایدار میمونه باید دیر سیاسی افغانستان منسجم شن و از خود ملل متحد، اتحادیه اروپا و خود امریکایی ها باید یک تضمین قابل پذیرش و منطقی را بگیرن که خدای ناخواسته باز به مو فاجعه جنگ های درونی ما در گذشته روبرو بودیم روبرو نشیم و این نهادهایی که بسیار مطرح هستند تضمین منطقی با داده شد تا ما شما بشه که حداقل یک سال کوتاه مدت یا متوسط مدت در افغانستان روبرو بسا بشیم. ممنون هستم. آقایان ادریس رحمانی پژوهشگر از پنسیلوانیا آمریکا و دکتر جاوید سنگدل از سوئیس، تشکر از نظریاتتان که با برنامه شریک ساختین و در جنبندی هم با شما آقای بختیاری
در نهایت چقدر موافق هستیم با انکشافات اخیر؟ آن چیزی که ما در جنبندی میخوایم به صورت مختصر برش اشاره کنم، چیزی که یک کشور را و یک جامعه را از منافع ملیش باز میداره، یکی مسئله عدم مشروعیت یا ضعف مشروعیت نظام است و دیگر شکاف‌های اجتماعی و چالش‌های سیاسی در بین بازیگران سیاسیش است. متاسفانه از افغانستان از 40 سال قبلش اگر بررسی کنیم، اولین باری که در ژنو مسئله گفتمان سیاسی افغانستان در اوج روی دست گرفته میشه، دولت پاکستان، مقامات سیاسی پاکستان سعی میکنه که دولت نجیب را به خاطر از اینکه حکومت دست نشانده مسکو است، مجاهدین را به خاطر از اینکه در درون خود شکافا و چالش های سیاسی دارن، از رفتن در این مذاکرات باز میداره و خود پاکستان به عنوان به اصطلاح قیم افغانستان در این مذاکرات شرکت میکنه. من فکر میکنم این بزرگترین درس عبرت سیاسی است برای بازیگران و دولت مردان افغانستان که سعی کنن ساحه را و زمینه را برای بازیگران خارجی در میدان افغانستان فراهم نسازن، هر چیز زودتر سعی کنن مشروعیت خود تقویت ببخشن و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را از بین ببرن. این شکاف‌های اجتماعی و سیاسی شکل خواهد گرفت و این عقلانیت سیاسی در این حد است که تا 6 ماه 18 سال نه در 6 ماه اخیر شود. در هر صورت جلوی خطا و اشتباه را هر وقتی که انسان بگیره آغاز یک موفقیت است. آقایان دکتر دانش بختیاری و توریالای غیاسی، بسیار میهمانان امشب، با تشکر از حضور و نظریاتان در این برنامه. در پایان از شما نیز ممنون که این برنامه را صمیمانه دنبال کردین. تا دیدار دیگر خواهیم داشت.